عزیزم. از اسفند ماه مهد کودک تعطیل بود تا اواخر خرداد ماه دوباره یه بازگشایی داشتیم، دوباره تعطیل شد. بعد من مخالف سرسخت تعطیلی مهد کودک بودم به خاطر اینکه فکر میکنم امن‌ترین جا برای بچه ها مهد کودکه. خب الان این اتفاقی که میفته نوع رعایتی که باید بچه ها داشته باشن، یعنی آموزشی که باید به بچه ها داده بشه برای رعایت، برای اینکه حالا جلوگیری بشه از همون فاجعه‌ای که میتونه رخ بده. چطور شما آموزش رو خودتون از اینجا شروع میکنید یا به والدین اطلاع میدید، به اونها یک نوع آموزش و یادگیری رو میدید؟ هم خودمون آموزش میدیم، هم اولیا خودشون آموزش دیده هستن، بچه ها رعایت میکنن اینجا. وقتی بچه ها میبینن که مربی ها دارن رعایت میکنن، به موقع شستشو میشه، نظافت رعایت میشه، حتما باید ماسک بزنن، همه اینا تاثیر خوبی میتونه داشته باشه توی بهداشتشون. پرتغال های بهداشتی اینجا کاملا رعایت میشه. از مهد کودک فوق العاده راضی ام. اینکه اگر آمار دلم مثل قبل بالا باشه ترجیح میدم بچه‌مون ایران مهد کودک، ولی با توجه به اینکه آمار اومد پایین تا 80 تا 90 تا رسید و پروتکل‌های بهداشتی رعایت شد، بچه‌ها نیاز داشتن که از نظر روحی دوباره برگردن پیش دوستانشون و بازی‌ها رو انجام بدن. چند وقتیه هممون میدونیم دیگه یه ویروس بدی اومده، اسمش چیه؟ کرونا. آفرین بچه. از وقتی ویروس بد اومده باید ماسک بزنیم، خب که قبلا نمیزدیم. باید دستامون رو دیگه قشنگ بشوریم. بچه ها وقتی ویروس اومده ما نباید کسی رو بغل کنیم، مگه نه؟ اگه ماسکمون رو در بیاریم یه چون خدای نکرده مریض میشیم. بچه ها باید کسی رو بوس کنیم؟ نه، خطرناکه، خدای نکرده مریض میشیم. فکر میکنم باز بودن مهد تاثیر خیلی خوبی داشته. وقتی بچه‌ها این مسیر رفت و آمد اداره پدر مادر رو طی نمی‌کنن، با ارباب رجوع اولیاشون در تماس نیستن، خیلی بهتره براشون. فضایی که ما داریم فضای بزرگیه، کنترلشون بیشتره، جابجایی نداریم، با افراد مختلف در تماس نیستن، میتونه تاثیر خوبی داشته باشه. گروه سنی دبستانم گرفتم، کلاس اول تا دوم، به خاطر اینکه اولیاشون کارمندن اصلا نمیتونن رسیدگی بکنن به کلاس آنلاین، بچه‌ها کارشون به موقع اینجا انجام میشه. یعنی کارهای آنلاین بچه‌ها رو هم که مربی مخصوص گذاشتیم، کلاس جدا دارن، به کارشون رسیدگی میشه. خب برای اینکه کرونا نگیریم بعد چیکارا بکنیم؟ ماسک بزنیم، دست بشوریم، دستامون رو بشوریم، الکل بزنیم به دستامون. خب اینا چقدر رعایت میکنیم؟ زیاد، همیشه. خب اگه به خاطر کرونا مهد کودکتون دست بشه چی کارا میکنیم؟ هیچ وقت نمیایم مهد. پیزا الان میدونید باید فاصله داشته باشید از هم دیگه. شاید بدون اغراض روزی 3-4 تا مادر زنگ زدن که باز میکنید، کی باز میکنید، ولی من چون به خاطر اینکه شرایط جوری بود که نکنه بچه ها صدمه ببینن باش توجیهشون میکردم، به من اینکه باز کردیم توی تیر ماه، بعد از اینکه فهمیدن ما داریم میان اومدن، ما حدودا 30 تا 35 تا بچه داشتیم و الانم تعداد بچه همون حدودا 40 تاست. ظرفیت مهد کودک دیگه میکنم تا 60 تا باشه. من خیلی وسواس گونه انتخاب میکنم.
بچه ها دمپایی باید بپوشن دم در که وارد میشن، کفشاشون رو در بیارن، اینکه تمیزی روز 3-4 باید ته کشیده بشه جاهایی که بچه ها میان میرن، برحال جاهایی که مثل اتاق بازی هست بچه ها که میرن حتما باید تمیز میشد، جارو برقی کشیده میشد، هواش تهویه میشد، عوض میشد. اینا قبلا بوده همیشه، یعنی جزء روتین کارهای کسایی که با من کار میکنن بوده. منتهی بعد کرونا دیگه از در جلوی در بچه ها ضد عفونی میشن و کسایی که میرن بیرون حتی جایی نشسته باشن میپرسیم جایی هستن، کاملا لباساشون هم ضد عفونی میکنیم بعد میان تو. جلوی درم که دیدید جای کفشی وایتکس جایی هست که بچه ها پاشون رو تو وایتکس میذارن، بعد میرن بالا یه پله بالاتر رو تمیز میکنن، دمپایی میپوشن میرن بالا. بالا هم دستاشون حتما باز موقع غذا خوردن حتما شستشو داره، روزی 3 بار شستشو داریم. و بعد توی کلاس هم جای میزایی که 4 تا بچه میشد الان 2 تا هست. امروز در مورد زندگی شهری صحبت کردیم که توی شهر چه کارهایی میکنیم، ولی الان یه شرایط ویژه پیش اومده، یه شرایط پیش اومده که ما باید یه کوچولو بهداشت رو بیشتر رعایت کنیم. ما برای اینکه بخوایم پیش دوستامون باشیم باید چه کارهایی بکنیم؟ مثل سابق میتونیم پیش دوستامون بشینیم، نزدیک دوستامون بشینیم؟ نه نمیتونیم. چرا؟ چون که کرونا. چون کرونا است. کرونا چیه؟ کرونا باعث میشه که ما مریض بشیم. برای اینکه مریض نشیم چیکار میکنیم؟ فاصله اجتماعیمونو حفظ میکنیم، با فاصله پلوی هم میشینیم، با فاصله با هم بازی میکنیم. قبل از این جلسه گذاشتیم با مدیرمون با همه همکارا که خب راجع به مسائلی که هست صحبت کنیم، چون واقعا تغییر میکردن. مثلا ما بچه ها رو راحت بغل میکردیم و بچه ها خب نیاز دارن به این قضیه، حتی همین الان میان طرفمون میخوان که مثلا ما رو بغل بکنن. راجع به این که چی کار بکنیم، چی کارا میتونیم بکنیم، یا ماسکامون چطور باشه، این که لبهای ما رو نمیبینن. مثلا من خودم برای پیشتابستانی نیاز دارم یه سری چیزا، مثلا صدامون زیاد اینا رو که داریم، من نیاز دارم بچه ها لبهای منو ببینن و من لبهای اونا رو ببینم. خب راجع به اینا صحبت کردیم، تصمیم گیری کردیم که بغل کردنمون اگر خیلی چیز باشه، مثلا من وای نیستم فقط نوبتی، مثلا میان دور پاها من دست رو شونه‌شون میزنم، پشت سرشون، روی سرشون، با این چیزا. بچه ها خیلی خوب خوشبختانه حالا این چند ماه تعطیلیه باعث شد که از تلویزیون اینا اوکی بودن بچه ها. حتی بچه های کوچیک من مثلا گاهن سر کلاسشون میرفتم با ماسک خیلی مشکلی نشد، فقط یه تعداد از بچه ها مشکل داشتن که اونم دیگه یه جورایی یادگیری مشاهده‌ای درشون اتفاق افتاد، چون دوستای خودشون رو میدیدن که میزدن دیگه اونا هم اوکی بودن و میزدن. از این نظر مشکل نداشتیم. فاصله هاست که مدام تذکر میدیم. تست مشخصا خود تست کرونا رو ما الزام نکردیم، ولی کوچکترین نشانه، یعنی یه بچه یکم بی حاله، اون زمان دیگه ما تماس میگیریم یا اصلا نمیگیریمش، تحویلش نمیگیریم، یا اگه مثلا وسط روز بشه احساس بکنیم تماس میگیریم میره، اون موقع دیگه باید با گواهی پزشک بیاد. حداقل من میگم حداقل میتونستن مثل خیلی از کشورهای اروپایی این قانون رو بذارن که مهد کودک‌ها فقط والدین شاغل رو بپذیرن. اینطوری هم ظرفیت‌ها پایین میومد، یعنی دیگه مثلا اصلا میگفتن والدین خونه‌ام خب نمیومدن، تعداد کم میشد، همین که واقعا این همه مهد هم از کار بیرون میشدن. و حالا از این بعدش هم بخوایم ببینیم از نظر بعد اقتصادیش هم میشد، ولی خب واقعا خیلی اجبار داشتن. از این بیا از پاشون دور بیدن نگاه کن. از این بایی بیدن.